دو ماه پیش با این توافقنامه نخستین گام برای رسیدن به فارس هسته‌ای برداشته شد. شبیه این ساختمان محلی برای واکنش‌های هسته‌ای که با آب معمولی خنک می‌شود به راکتور آب سبک مشهور است. قرار شد نمونه از این راکتور در شیراز پس از راکتور تحقیقات تهران دومین راکتور آب سبک کشور باشد. طراحی راکتور انجام شده و انشالله در سال 92 با تأمین بودجه متناسب برای شروع کار ما ساخت این راکتور تحقیقاتی رو در استان فارس در نزدیکی‌های مرکز استان شروع خواهیم کرد. حالا پس از دو ماه مکانیابی این راکتور انجام گرفته. پهنه‌ای به وسعت 80 هکتار حد فاصل شیراز تا زرقان. راکتوری که مهمترین فراورده آن داروهایی است به نام رادیو دارو یا به زبان علمی ایزوتوپ‌های اورانیوم که کاربرد پزشکی دارد. راکتوری که ما مورد نظرمون هست یک راکتور از نوع استخری آب سبک با توان 10 مگاوات هست که بشه هم در تحقیقات ازش استفاده کرد، هم در تولید رادیو دارو و هم در آزمایش سوختایی که در صنعت سوخت هسته‌ای ایران که در اصفهان واقع شده از این راکتورها بشه در آزمایش اون سوختا استفاده کرد. با ساخت این راکتور در عمل کشاورزی هسته‌ای هم محقق می شود. کشاورزی که ضامن افزایش تولید به رغم خشکسالی است. هر جایی محدودیت هایی داره، بعضی جاها شوره، آب شوره، زمین شوره، ویژگی های کم آبی و قصه الهازا کشاورزی هسته‌ای میتونه ما کمک بکنه در تولید بذرهایی که مقاوم هستن در مقابل این آفت‌ها و این مشکلات. ما رو نزدیک میکنه به این که بتونیم با استفاده از انرژی هسته‌ای کارهای اصلاح ارقاممون رو با سرعت بیشتری انجام بدیم. راکتورهای آب سبک زمینی برای تحقیقات دانشگاهی است. بستری که با ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان فارس این استان را به قطب دانش هسته‌ای بدل میکند.